سلام دوستان با آموزش وی بی, بی ای در خدمتتون هستیم خب تا الان شما یاد گرفتین که چطور دو وی بی, بی ای کد بنویسیم و از اون کد استفاده کنیم که یه سلولی رو تغییر بدین اعدادی رو تو اون قرار بدین اعدادی رو پاپ کنین از ابزارهای اکسل رو منیپولیت کنین و یا از حلقه استفاده کنین و غیره خب تو این جلسه ما یه کدی رو بهتون اگه یادتون باشه نشون داده بودم که اومدیم گفتیم آقا ما میخوایم خطای کاربر رو کم بکنیم و همینطور کارشون پس حداقل اطلاعات رو ازش باید بگیریم و اطلاعاتی که لازم داره تو چک رو بر اساس اونا تولید کنیم پس من یه اعداد رو ازش گرفتم و اینها رو به صورت فارسی اینجا تهیه کردم و قرار دادم تا حداقل خطایی پیش بیاد این رو از طریق یک ماژولی انجام دادم که نوشته بودم اینجا آنهاید میکنم اومدم اینها رو که گرفتم بر اساس اون ماجول یا کد وی بی ای به اینها تبدیل کردم خب و این ماجول اگر ویژوال بیسیکمون رو باز کنیم توی قسمت ماجول ماجول یک تو اینجا میبینین اون کد ها رو که اینجا نوشتم از طریق سه تا فانکشن خب این کار رو انجام دادیم و اومدیم اعداد رو تبدیل به حروف کردیم خب من یک شیت دیگه ای دارم اینجا به نام دیکشنری خب من اومدم اولین اعداد رو مثلا این رو دونه دونه گرفتم تو متغیرا قرار دادم بعد می اومدم با اینا چک می کردم اگر یک بود و میخواستم تاریخ رو مشخص کنم صفر یک یعنی فروردین ماهش رو گرفتم بعد مثلا سال که به همون شیوه 1395 خونده میشه سف یکم که به عنوان یک خونده میشه یعنی یک مهر ماه 1395 درسته پس این دیتا رو از اینجا من تعریف کردم خب اعداد رو تعریف کردم و اعداد یک تا نو سف صد گانم تعریف کردم از صد به بعد رو دیگه میتونستم هزار اینا رو اینجا در واقع داشته باشم خب بعد از اینا میتونستم هر عددی که به من ورودی داده بشه از طریق این کد تبدیل کنم تو این کد شما همه چیزش رو میدونین بایول میدونین چی حالا اینجا مثلا یعنی اینکه ان وارد بشه ولی تغییر نکنه قبلا توضیح داده بودیم اینا یه سری متغیر هستن که به صورت ثابت تعریف شده و اینا هم یه سری ایف هستن که راحت میتونین ببینین اور اندو دیده بودین اما اور رو ندیده بودین اند اگر اینجا باشه یعنی دو تا شرط باید هر دو برقرار باشن تا این ایف کلا درست بشه اور یعنی یک کدوم از این دوتا خب دقیقا معنی لغوی اگر اور باشه این یا این یک کدوم از اینها درست بشه آنگاه این کار رو انجام بده اینم به جای اینکه مثلا اینجا بنویسیم میتونیم اینطوری بنویسیم ما اینطوری نوشته خب فقط یه ذره کثیف این کد نوشته شده شما باید بتونین اینو بخونین و درک کنید خب چیزی اضافه تر هم. این همش با if نوشته شده و همینطور تو این تابه خب بعد بتونیم واردش بشیم به عنوان یک پروژه و اینا رو تعریف کنیم خب اینجا هم همینطور من اومدم هی متغیر تعریف کردم بعد هاندرت رو گفتم مثلا بیا ولیو این دیوان ها بگیر همینطور رفتم جدا خب get پر رو اگه نمیدونین چیه کافیه فقط برین اینجا توی گوگل این اکسل VBA بزنین و پیدا کنین خب اینجا بهتون میگه که حالا باید بخونین دیگه من نمیخوام بهتون بگم بخونین که چی هستش خب فقط تنها چیزی که هستش این select case هستش select case این رو با ساختارش رو ندیده بودیم خب یعنی چی؟ فرض کنین خب من اینجا یک متغیری به نام A دارم که ولیو هزار رو داره درسته من میخوام اگر این مثلا این متغیر میتونه هزار باشه یا مثلا دو هزار باشه یا مثلا سه هزار باشه و غیره میدونم چه عدادی رو میتونه بگیره میام از جمله select case استفاده میکنم select case دو نقطه با پایتون بزن ببینم یه چیز نمیخوادش خب دو نقطه نفتش. متغیر رو واردش میکنم میگم select case a اون متغیر ای همون بهش میدم میگم کیس اول کیس صفر اونجا هم میتونیم ببینیم خب کیس صفر در حالت اول خب یه چنین اقدامی رو انجام بده در حالت دوم یک یه چنین اقدامی رو انجام بده پس من میدونم ببخشید این ای من کلا سه تا حالت رو میگیره در حال حاضر خب اینجا بهش میگم حالت صفر حالت یک حالت دو اگر حالت صفر بود یعنی هزاره یا مثلا بگو آ مساوی با هزار خب اگر کیس من دو بود یعنی یک بود این بود آ مساوی مثلا دو هزار باید باشه و هر چیزی و کیس بعدی همینطور الاخر این تحت شرایطی که من میدونم چند تا حالت وجود داره و چه حالت های ممکنه رخ بده و از این کیس استفاده میکنم خب البته این کیس همه جا کاربرد نداره اینجا حالا یا حالتی بود که اصلا ساده تر میشه نوشتش خب که اینجا اومدیم نوشتیم و از if هم میتونیم استفاده کنیم مثلا اینجا خیلی از if and if else if استفاده شد if این بود مثلا مثل این میمونه که من بیام میگم if مساوی if آ... مساوی هزار بود آ رو هزار مثلا به خب همین دیگه چیز خاص دیگه ای نداره فقط یه سری این چیزا هستش که باید برین سرچ کنین این جدیدا رو توی گوگل بهتون نشون دادم بزنید توی بی چه معنی میده و ببینیم می میتونیم پیدا کنیم یا نه یعنی در واقع این کد هیچ چیز خاصی نداره یه ذره سرچ کردن به راحتی میتونین متوجهش خب تا الان ما این پروژه اکسلمون رو که میتونست پرینت کنه چک ها رو تمام کردیم و همه چیز رو تو این مورد گفتیم و الان شما خودتون باید توانایی این رو حتی داشته باشین که یه چین پروژه رو بنویسین واسه تمرین درسته که خیلی وقت میگیره حتما سعی کنین یه چین پروژه خودتون بنویسین که یاد بگیرین و استفاده کنین ازش ما دو سه تا اکسل کوچیک هم دیولپ کرده که اینجا با هم دیدیم مثلا اکسل همون بالا و بردیم فور و وایل و ایچ رو نشون دادیم که اونا هم تمرین میتونیم بکنیم و خب ما یه پروژه دیگه هم تعریف میکنیم و میذاریم و توی پروژه بعدی که حالا میتونید از وبسایت دیاکو ببینیم اون پروژه رو دیگه فقط تعریف پروژه رو بهتون میگیم و اگر خواستین مثلا چیز کنیم ببینیم چطوری کدش میره و امتحان مثلا راهنما بگیریم میتونیم اونو دانلود کنیم و ببینیم ولی فیلمش دیگه مستقیم بهتون نشون نمیدم به خاطر اینکه بعد خودتون حتما بتونیم بنویسیم پروژه بعدی رو و از طریق این پروژه شما همه کاری که تو ویبی راحت بشه انجام داد و به راحتی دیگه میتونین انجام بدید خب امیدوارم مفید واقع شده باشه با و استفاده کنین از این پروژه و ویبی بی رو به خوبی یاد بگیرید ممنون از توجهی که داشتین موفق و پیروز باشین خدا نگهدار